سلام دوستان، همچنان محمدرضا حسینی هستم، در کانال جنجال اسپورت. خیلی 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 خوش اومدین به این ویدیو و امیدوارم حال دلتون عالی باشه. ما در این کانال سعی داریم به اتفاقات فان و جنجالی که تو اکثر ورزش‌ها به خصوص فوتبال اتفاق میفته بپردازیم. خواهش می‌کنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای من به شما نمایش داده بشه. امروز هم با هم دیگه هستیم در ماجرای امباپه. آخر چی شد؟ امباپه‌ای که از ماها قبل، از فصل قبل همینطوری شایعاتش مطرح بود، رفتن به روال چیر اونا پوسترایی که روالیا زدن، از گفتن هم امباپه میخواد بیاد هم هالند میخواد بیاد، اصلا چه وضعیتی بود. ولی دیگه بعد از اون فصل قبل که انگار امباپه نرفت، هنوز یه فصل قرارداد داشت پاریس سن ژرمن اجازه نداد، این فصل دیگه همه منتظر بودن که بعد از اسم فصل مراسم معارفه رو تو سانتیاگو برنابو داشته باشیم و زوج امباپو کاج کردیم و تو رئال مادرید هم ببینیم، ولی اتفاقای دیگه ای افتاد. بریم چه اتفاقاتی افتاد. خب اصلا از چند روز قبل این واقعا همه آماده بودن، خبراش هم میومد که اینم رئال دیگه با دستمزد انقدی و انقدی نمیدونم میخواد بیاد رئال، و خیلی ها دیگه بنر زدن و تیر زدن و گفتن امباپه اومد. و ولی تو این یک هفته اخیر اصلا کل ماجرا یهو عوض شد، ورق برگشت، یهو یک زمزمایی باز اومد امباپه میخواد بمونه و امباپه با یه قرارداد بسیار نجومی، نمیدونم سنگین ترین قرارداد یک فوتبالیست تو تاریخ میخواد باقی بمونه، تا اینکه دیگه دیروز و پیروز این شایعات به اوج خودش رسید و دیگه دیمارزیو، هنوز من تلفظش خبر نیستم، خبرنگار سرشناسی که تو ایتالیا هستش، اعلام کردش که دیگه نمیدونم قرارداد پاریس سن ژرمن میخواد تمدید کنه و با رئال مادرید هم منتفی شده. بعد رادیو مارکان هم این خبر رو تایید کرد. بعد از اون یک دیسپک خیلی قوی داد هاچکریم، یه پست استوری خیلی خوش قشنگ گذاشت، وای که میگم من خودم رئال نیستم ولی واقعا ما حال کردم، یک پستی که گذاشتش عکسش بود از کامبکی که تو بازی با پاریس سن ژرمن داشت و از همه هواداران نگار نوشتش بابت یک فصل فراموش نشدنی تشکر میکنم و نوشته ما زیباترین شبها را داریم، زنده باد رئال مادرید. و یک استوری هم بعدش گذاشت همونطور که میبینیم با همون بانداج دست معروفش و اینا به طرف رئال مادرید اشاره کرده و خیلی اصلا واقعا یک دیسپک خیلی قوی داد. و بعد از اون هم دیگه همینطوری خبرنگارایی که تیک تاک ما رو دیوانه کردن از فصل قبل تو یه سال اخیر، دیگه همینطوری اعلام کردن که امباپه تا تمدید میکنه، رومانو هم تایید کرد و با یک شرایط خیلی عجیبی انگار چی میگن نوشش که امباپه مونده. اولا که 300 میلیون یورو پاداش امضا، یعنی اصلا یک چیزی که نمیتونید تصور کنید، یورو هم دلار هم تا نه، با 100 میلیون یورو حقوق سالانه. واسه اینا چیزی که شاید اینا باز میخوام بگن مثلا چی میگن خیلی بیشتر از اینا میدن، این فقط برای اینکه مثلا بگم ما تازه اینقدر میبینیم، خیلی ها تو پشت پرده بهشون. و باز چیزی از همه عجیب تر، یعنی میتونم بگم پاریس سن ژرمن شد دیگه مدیر عامل منچستر سیتی هم شد، اصلا همه اختیاراتو بهش دادن، این باشگاه حقیر، یعنی واقعا میشه گفت چقدر این دیگه باشگاه خرابه که همه اختیاراتش رو داد به امباپه و میتونه اجازه دخالت و نظر در انتخاب مربی، سرمربی و مدیر ورزشی، یعنی یک جورایی از مدیریت باشگاه میشود. خیلی عجیبی. سه تا شرط هم که میان گذاشتی، یکی این که انگار چی میگن زیدان بشه سرمربی پاریس سن ژرمن، نیمار به دلیل اختلافاتی که داره ردش کنن بره و بعدش هم عثمان دمبله انگار بیادش به جای نیمار. حالا بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته. عکسایی که ببینیم روالیا زدن با طرح امباپه و نمیدونم عکس شماره پیرن و اینا، یه نظر جالب داشت جوری که امباپه رو قانع کردن بمونه، حالا این دیگه خیلی منکراتی سریع رچی ازش. و یک کاریکاتور هم که نگار کشیدن همونطور که میبینین امباپه داره به رئال مادرید نگاه میکنه ولی از پشت داره به پولای پی اس جی نگاه میکنه، چقدر پولا. و از اونجا هم که لالیگا واقعا زورش گرفته بود، خیلی واقعا زور داره، حالا انگار شکایت کرده به طور رسمی از پاریس سن ژرمن به دلیل قانون فرپلی، یکی به لالیگا نیست بگه آقا هم پاریس سن ژرمن هم شما هم میاد با پول میخره، چه برسه به
کارکنا و رئیسای یوفا و اینا. و چی دیگه، امباپه هم تمدید کرده تو بازی دیشب، هم مراسم مراسم نگار تمدیدش تا سال 2025 انجام شد و قرار هستش تا سال 2025 بمونه. تو بازی دیشب هم هتریک کرد و خیلی دیگه همه خوشحال و شاد و خندانن و باز هم روح فوتبال واقعا میشه گفت از بین رفت توسط یک بازیکن، چقدر پول خرج شد. و بازم به نظر من واقعا اینقدر سر حالا هالند شاید کمتر، ولی امباپه هالند اینقدر خیلی بحث شد و اینا، به نظرم واقعا راجع آینده فوتبالی خوبی ندارن. یعنی تا پدری و نمیدونم کاماوینگا و این بازیکن جوان دیگه که هستن، به نظرم خیلی آینده روشن‌تری دارن تا امباپه و هالند. و هیچی دیگه، ویدیو امروز موندم تموم شد. حالا باز ما آخر شب انگار بعد از ایشالا قهرمانی لیورپول یا منچستر سیتی در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. خواهش می‌کنم اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید کانال منو سابسکرایب کنین و اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا جدیدترین ویدیوهای من به شما نمایش داده بشه. خیلی دوستتون دارم. چاکر مخلص. فعلا یا علی. خدا نگهدار.